نام خدا. دانش آموزان عزیز، همونطوری که بهتون قول داده بودم این ویدیو رو تهیه کردم بابت مقایسه 4 حرفی که صداشون یکیه و اون صدای ز هست، اما شکلشون و نامشون با هم فرق داره. یعنی صدایی که از اینها شنیده میشه یکسانه، اما نامشون و نوشتارشون متفاوت. اینا چی هستن؟ یکیش زا هست، دیگری زاده، اون یکی ز و چهارمی زال. اول یک مثال از هر کدوم میخونم تا شما تفاوت رو درک کنید. ظاهر، زامن، زیارت، لذت. اگر متوجه شده باشید صدای هر 4 تاش یکی بود، یعنی شما صدای ز میشنیدید. مثال دیگر رو به صورت مقایسه ای میخونم. ظالم، مریض، نیاز، اذان. حالا مثال های همش رو به تنهایی براتون میخونم. ظاهر، ظالم، ناظم، نظم، نظافت، اعظم، نظر. اینها مثال برای زا. مثال برای زاد: زامن، مریض، ضرب، رضا، وضو، ریاضی، حوز، رضایت. مثال برای ز: زیارت، نیاز، میز، زحمت، زرین، امروز، زندگی، آزاد. مثال برای زال: لذت، اذان، ذرت، ذوب، دلپذیر، نظری، آذر، ذکر. حالا جملاتی براتون نوشتم که تو این جملات انواع کلماتی که توشون ز هست رو استفاده کردم. رضا نظافت را رعایت می کند. درش شما چرا می بینید؟ زاد و زا. وقتی صدای اذان را می شنویم وضو می گیریم و با نماز ذکر خدا می کنیم. اذان که درش زال به کار رفته، وضو درش زاد به کار رفته و نماز توش ز به کار رفته، ذکر توش زال به کار رفته. جمله بعدی: زینب و اعظم دوستان خوبی هستند. آنها از درس ریاضی مخصوصا از جدول ضرب لذت میبرند. زینب، اعظم، از، ریاضی، بازم از، جدول ضرب و لذت. پس اینها همه با هم صدای ز میدن، اما شکلشون و نامشون متفاوته. و راهی که میتونه به شما دوستان کمک کنه که بهتر یاد بگیرید کتاب خوندن بیشتر و تمرین زیاده. بخونید و بنویسید. با تکرار چشمتون عادت میکنه و در نوشتن دچار غلط املایی نخواهید شد. موفق باشید.